تازه اون پالکونیکی جوخ بلونه میره که جوی برای میگم بچه گی اومد. برای هم وقا خوب فکرک تا بگی بچه که بعد دیگه اصونش وضعیتت بزیر میشه. هیچ وقت فراموش نکی اینا. و تمام همون قوم های لوته که در حوزی میفرام هوی کنم از یک لاو نموی جنرالوی گیا بخونم. همون جنرالوی قوم لوته بخونم. یک تا بخونم شون تو اینکه ملت بفهمه که باید رستم هم بفهمه که رمضان رحیمزاده چیکار کرده است برای جورش بدنام کردن. خب من نشیش میکنم رستم هم میگن که گیا. میگن اگر رستم آدم خوب باشه رفیق گیا بچه گیا قطیش نمیگردونه. خوب دیگه این با رستم رسیده است از گپ. با همو خاطر بو گفته استم اگر این کارو تمام نشوه پس منتظری نواری. یعنی که رحمانو با تمام قوت دوره بزیدی من جنگ اعلان کرده گیه. خب خطاب با اقبال صدرالدین قوم لوت. ما یک گروه جوانان جمهوری تاجیکستان، جوانان صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان، جوانان وطن دوست خطاب به تو به یکی از خائنان ملت و تمام خائنان ملت بخصوص محمد اقبال صدرالدین این خطاب به تو است. ما و هم به تو و هم همسرگان تو و هم و پیروان تو است. ما میدانیم که تو یک خائن هستی، تو یک خائن ملت هستی. اگر تو خائن ملت نمی بودی برادرانت رو با هم دیگر توجیب رو با توجیب جنگ نمی دوختی. ما میدانیم که تو رو در کودکی در جوانی تو رو پدرت تو رو به افغان ها فروخته بود و تو در وقتی جوانیت بچه بازی میکردی. تو از قوم ملت هستی. اعوذ بالله اعوذ بالله. جوانان جمهوری تاجیکستان، جوانان صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان. انشالله که حاضی تمام میکنیم. بله پیروی نمیکنیم ما نخواهیم کرد. ما هم از جهت دینی و هم از جهت سیاسی ما میدانیم که برادر رو هیچ وقت نمیکشد. کدام برادر وقتی برادر خودش رو میکشد به جنت میرود و ما هیچ وقت به تو باور نمیکنیم و پیروی تو نیستیم نبودیم و نخواهیم شد. ما پیروانی پیشوای ملتیم. پیروانی پیشوایی ملت. خوب خیلی خوب انشاءالله که دیگه و فیلم که رمان نکنی خوب تره بسه دیگه اینو رژیم رحمانوف دیگه یک دقیقه آروم نیست. همین فقط وظیفش بزیدی محمد اقبال صدرالدین کار کردن و گپ گفتن همین. خوب اکن چند خطاب داریم انشاءالله که خوب میفهمد. در دست ما عملهای قومی لوتی شما وجود دارد. انا اکن میگذاریم به اصلی مطلب. در دستی ما عملهای قومی لوتی شما وجود دارد. خاصتا شاروخ سیدوف همین کارها را اگر ادامه دادم بگیره برای من هیچ مشکل نیست. در شبکه ها نشر که در تلویزیون رسمی تاجیکستان نشر که برای من هیچ مشکل نیست. هر چیزی که میتونی گفتن بگی. من اون چیزی که اتهام میکنید مبرا هستم. الحمدلله که من مردم و مرد بودن من و فرزنددار بودن من و نفرت داشتن از این چیزی که الله سبحانه و تعالی میگه شنو که تخون اتعتون الرجال الشهوه من دون النساء. ما مردیم الحمدلله و مرد بودیم و هستیم و مردانه خواهیم زیست و مرد. این خصوصیت من محمد اقبال صدرالدین است. هیچ وقت فراموش نکنی اینا. ولی خصوصیت شما والله قسم بالله قسم در دست من چیزهای وجود دارد که من میمونم انا بعد اون وقت شاروخ جان وضعیتت بزیم میشه. شاروخ کوشش که بفهم ای کارو را رمضان رحیمزاده داره انجام میتیه بایدی مفت که من قهرم کنه و هم کارایی که نسبت پدر تو هست همونو را من نشر کنم. وقتی من نشر کردم دیگه او وقت هیچ عزت و آبروی تو نمیمونم. من تهمت نمیکنم. من راست میمونم. امید جان او چه بفهم دیگه خودت. نگر جان او چه بفهم دیگه خودت. به همون خاطر شاروخ خوب گوش که که وقتی که من گذاشتم نوارکو او وقتی که هیچی ترست پسد نمیتونه. به همون خاطر خوب فکرت باشه. شما هر چیزی که میگه گپ گفته سی. ولی من گپ نمیگم.
генералای هستن که با پدرت بودن، генералای بعضی هستن پالکونی که فی روز دیگرش دیگرش که با پدر چیکار میکردن خوب میدونی. من استوریا بلزنی پدرت را در 80 صفحه آماده و نوارهای ثبت کرده آماده و نشر دارم، هیچ وقت فراموش نکنه. و تمام همون قوم های لوته که در حوزی میفرام هوی کنم از یک لو نموی جنرالوی گیا بخونم، همون جنرالوی قوم لوتا بخونم، یک تا بخونم شون تو اینکه ملت بفهمه که از داماد خی بوار کنی. نمیفرام من نامرد نیستم که ببرم چیزهایی که واقعا هم نباید بگم ببرم بگم. با همون خاطر باری دیگر تکرار کرده استم این کارها همش از یتیم با رمضان رحیمزاده دوران انجام میتین بزید شورخ، تو اینکه من قهر کنه همون نواری کرا نواری پدری ترا بگذارم و بعضی چیزهایی که از تو برای من رستگی است و بعضی کارهایی که از تو رسیدگی است، همه اینها هدفشون از صحنه دور کردن شورخ های شورخ. خوب فکرت باشه که اینو همش در حالتی که من مردک پلناچن نیم، الحمدلله هیچ وقت غیری مرد چیزی نبودم، تنها مردم و مردانه میمونم، بار دیگر میگم مردانه زندگی میکنم و مردانه از دنیا میرم، ولی آن چیزی که من گذاشتم اگر بعد از اون زیر معلوم است که کی چی قرار میگیره. بار دیگر تکرار میکنم شورخ پیش راه ایرا به نگی فرق نداره برای من، من گفتم بگیرم برای من اصلا نگو خیلی اهمیت نداره. اوانگارد دستی وزارت کارهای داخله، وزارت کارهای داخله رمضان رحیمزاده نمیخواهد که تو یگون چی به همون خاطر کارهای را انجام دارن که من بزیدی تو یعنی که نشر کنم همه چیزا را، و اگر ادامه پیدا کنه حتما من نشرش میکنم. به همون خاطر دیگه یعنی که چیزی از شما باقی نمیمونه. خوب فهمید شورخ، فهمید شورخ سعیدوف که در پشتی کارو کیست و دیگه باید رستم هم بفهمه که رمضان رحیمزاده چیکار کرده است برای جورش بدنام کردن. خب من نشیش میکنم، رستم هم میگن که گیه، میگن اگر رستم آدم خوب باشه رفیق گیه بچه گیه قطیش نمیگردونه. خب دیگه این با رستم رسیده است از گپ. با همون خاطر با گفته استم اگر این کارو تمام نشوه پس منتظری نواری شوکی میشیم. فتح سعید من رنگی یگان کسوری وعده دروغ نمیکنم، دیده که میگه پیکی من گفتم میکنم کردمش، من سلو و چست میتیم، عهدی مردونه براتون میتیم. اگر همین کارو ادامه پیدا کنن اینا تهمت هستن، اینا تهمت دو هستن، و اگر بازم ادامه پیدا کردن پس شورخ جان منتظر باش تا از هم پلکونیکی جا بلو نمیره که جای برای میگم بچه گی اومد. برای هم خوب فکرک تا بگی بچه که بعد دیگه اصونش وضعیتت بزیر میشه. من دیده که هر گفت خوب کارایی که اصلا لازم نیست انجام نتیم، ولی دیگر من در این مسئله وقتی که تهمت کردن پس یعنی که فعتدو بمثل معتدیتون، اون چنونه که شما را هجوم کردن همون خیلی هجوم بشکه، هجومی بلمثل میکنم. و این چنین سه تا برنامه مشخصی 30 دقیقه‌ای برای فتح سعید از دوره دنگره بودنش، از دوره یعنی که ملیسا بودنش، از دوره چیکار کردنش تا تمام حیات زندگی چیکار رقصا بودن، چیکار رقصاگی میکرد پیش زورو همش حیاتن نوشتگیه. خوب دیگر خطاب ما کردم با شورخ، خطاب ما کردم با اونونه که چی هستن. خوب یتیم موقتی تو کارمون ادامه داره و این کارهای که ترم انجام داده است خوب، ولی این کارو که وزیر کارهای داخله هستن میخواه بر علیه شورخ این کارو را انجام بتیه، دقیقا همین مسئله را قبیدگیان تو این که من همون نواری کلیفتاح نشد کنم، نواری کلیفتاح وزید شورخ های و رمضان رحیمزاده دقیقا همین کارو را توسط اوانگرداش داره انجام داده است. و این چینی آیت الله گیلیایف و بعضی ها در خدمتی رمضان رحیمزاده و اوانگرد هستن. شورو خوب دقت کرد دشمنو تا بشنوس، وقتی که من نشر کردم این نوارا پس معلومه که گپوی که تو گفته استه والله بالله تالله دروغن، ولی گپوی من گفته استم والله بالله تالله درستن. من 100% یعنی چیزی که میگم حقیقت و واقعیت است. بار دیگر میگم که اگر پیش راه اینو را نقپی نگیری من قطعی مرد باشی ببرای دکزت کنه بگه تو دینجا دروغ گفته، تو دینجا غلط که من مردم همه وقت واقعیت قبول دارم، ولی اتهام دروغ و بفتره هیچ وقت قبول نمیکنم، برای اینکه من تهدید قبول ندارم، ولی سخن مردانه را قبول دارم.